با درود بسیار به شما دانشجویان گرامی دانشگاه سپنتا، براتون روز خوبی رو آرزو دارم و در این نشست که نشست سوم از آموزه دوم شیوه مدیریت اصیل ایرانی است، جستار نوعی رو با هم باز میکنیم و پی میگیریم. همچنان که میدونیم، حالا دوباره من یه تکرار هم میکنم برای شنوندگانی که این برنامه های آموزشی دانشگاه رو دریافت میکنن، شیوه مدیریت اصیل ایرانی سه بخشش کردیم که در سه آموزه ارائه میشه به دانشجویان. آموزه نخستش رو که به پایان رسوندیم خودسازی برای کار گروهی بود که شما دانشجویانی که همینک توی نشست هستید با سربلندی از اون بیرون اومدید از آموزه نخست و به آموزه دوم راه یافتید که این آموزه دوم پیرامون این هست که چگونه بتونیم عملکرد بهتری رو در حالا جستارهای مدیریتی داشته باشیم. و در این آموزه دوم که این نشست سومش هست، در نشست‌های پیشین جستارهای تاکنون چند جستار رو پیش بردیم، آماج یا هدف رو یه مقدار واکاوی کردیم، جستار شناخت رو واکاوی کردیم، گذشت، بزرگمنشی و از خود گذشتگی رو جستاری بود که در نشست دوم با هم پی گرفتیم. و در این نشست که نشست سوم هست، راهکارهایی رو برای همازوری با هم بررسی میکنیم. همچنان که میدونیم این آموزه دوم در واقع آموزش کار گروهی است، بنابراین بیشتر مانور میشه به این میپردازیم که یه سری مهارت هایی که به ما یاری میکنه کارهای گروهی رو بهتر انجام بدیم، این کار رو با هم مرور بکنیم. و اینها رو در واقع چیزهایی است که یافته هایی است که در بنمایه های ایرانی، بنمایه های اصیل ایرانی، یعنی در اختیار ما قرار گرفته و اینجا واکاوی میکنیم و بهش میپردازیم. همچون روال همیشه، نخست دانشجویان گرامی نمونه هایی رو که برای تمرین نشست پیشین بود رو با همون در میون میگذارن. آنچه در واقع تمرینی بود که دانشجویان باید انجام میدادن این بود که برای جستار بزرگمنشی، گذشت و از خود گذشتگی نمونه هایی رو بگن که در اون یک تن در یک کار گروهی با نداشتن هر یک از اینها، یعنی با نداشتن گذشت، با از خود گذشتگی نداشتن و با یک چنین حالا ایرادهایی باعث میشه به گروه آسیب برسه. خب ابراهیم گرامی، شما نخست نمونه هایی که گردآوری کردید رو با همون در میون بذارید و سپس دانشجوی دوم آرش گرامی بفرمایید. درود بر همه یاران. دو نمونه ای که فراگرد کردم برای این نشست، نمونه‌ای هست از زندگی واقعی خودم. حدوداً بیش از 15 سال پیش که اولین تجربه کاریم رو شروع کردم، به علت شرایط خاص مالی که وجود داشت، مجبور بودم از صبح تا بعد از ظهر در یک سازمان دولتی کار کنم و بعد از ظهر تا پاسی از بامداد در یک شرکت خصوصی کار میکردم. هر دو نمونه رو، یک نمونه از این اتفاقی که در این شرکت دولتی، این سازمان دولتی افتاده بود در این خصوص که در مورد خودم بود، و یک نمونه از اون که در اون سازمان خصوصی بود رو به عنوان نمونه میارم و در انتها خواهم گفت که چگونه این رفتارها آینده من رو شکل داد و مسیر حرکتی من رو دگرگون کرد. زمانی که من در یک سازمان دولتی استخدام شده بودم،
خب طبق روال معمول در ایران حتما در برای استخدام در یک شرکت دولتی یک فرد با نفوذی بایستی من رو معرفی میکرد و من توسط یک اون فرد با نفوذ معرفی شده بودم و معمولا تو سازمان های دولتی گروه بندی و جناح بندی وجود داره، چندین فرد با نفوذ وجود داره که هر کدوم واسه خودشون یک تیم و گروه خاصی رو تشکیل دادن و همدیگر رو میکوبونن، به هم حمله و تازش انجام میدن، حالا به انواع مختلف، به قول گفتنی یک چوب لاچرخ همدیگه میذارن. خب من اولین شروع کارم بود، تجربه همچین کار دولتی، این سازمان دولتی نداشتم، همچین چیزی ندیده بودم. برای من بسیار اول حیرت انگیز بود، شگفت انگیز بود که من اینکه یه فردی هستم که فاقد تجربه، فاقد مهارت لازم در کار در سازمان دولتی، اینقدر روی کارهای من ذره‌بینی نگاه میکنن، باریک‌بینی نگاه میکنن و کوچکترین لغزش و اشتباه من مورد سرزنش و توبیخ‌های شدید قرار میگیره. اون بخشندگی، اون گذشت وجود نداشت، مدام درگیری وجود داشت، حاشیه های بسیاری وجود داشت. خب البته خب من چون از زمان دانشجویم بچه پرشر و شوری بودم، با این چیزا میدون خالی نمی کردم، اما به قدری این تنش و حساسیت بالا بود که هیچ موقع یادم نمیره رئیس دفتر اون مدیر کل، وقتی که من میخواستم برم توی دفتر اون مدیر کل، میگفت فلانی بذار من برم، بعد تو برو، چون الان اگه تو بری این شروع میکنه به داد و بیداد و فریاد کردن. یعنی یک چیز اپیدمی شده بود که حتی کارمندان به این اپیدمی حساسیت پیدا کردن. میدونستم به فرض مثال اگر این آقای آ الان بره در دفتر آقای مدیر ب، زلزله میشه، دوباره جار و جنجال و اینها میشه. و این بسیار 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 برای من جالب و حیرت انگیز بود که من چه نبوغی دارم، چه استعدادی دارم، من چه رازهای این سیستم رو، این سازمان رو میدونم که با من بدین صورت دارن برخورد میکنن. خیلی برای من حیرت انگیز بود. بعد تا من متوجه شدم، یه مقدار یه چند سالی که گذشت متوجه شدم که در تمامی سازمان‌های دولتی در ایران این قضیه وجود داره، این کار گروهی وجود نداره. گروه‌هایی هستن که با همدیگه جدال میکنن، با همدیگه نبرد و تازش میکنن برای دستیابی پیدا کردن به سودهای خودشون. سودهاشون هم اینه که به اون هرم‌های مدیریتی رو در اختیار بگیرن و یک منافعی رو بین خودشون تقسیم کنن. این برای من خیلی جالب بود که این اتفاق باعث می‌شد که کار گروهی شکل نگیره، سازمان از اهدافش دور بمونه، من در چارچوب اهداف و آماج‌های اون سازمان نتونم فعالیت کنم، اصلا نتونم اهداف اون سازمان رو بشناسم، شناخت پیدا کنم و الی آخر، و مدام درگیر حاشیه ها و جریانات بودم. در کاری که بعد از ظهر انجام می دادم برای اون سازمان خصوصی، حالت عکس این وجود داشت. من اونجا سمت و پستی رو گرفتم که شاید اون موقع اگر با دید تجربه الانم نگاه میکنم به اون گذشته، شاید جسارت کردم اون سمت رو قبول کردم، اون پست رو قبول کردم. اما دوستان با بزرگواری بسیار زیاد، با گذشت بسیار زیاد این رو پذیرفتن و به من کمک کردن در پله پله طی کردن مراحل پیشرفتم. خطاهای من رو بسیار راحت پذیرفتن، کمکم کردن در
رفع خطاهام، در رفع اشتباهاتم به من کمک کردن و بسیار 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 به من آموختن. و حتی فارغ از اون کارهایی رو که بایستی یاد می گرفتم، از امور دیگر هم بسیاری دانه آموختم. برعلاوه اون سازمان دولتی، من در اونجا یک کار تیمی بسیار خوبی رو تجربه کردم، یک کاری که شاید بعد از ظهرها می رفتم اونجا کار می کردم و تا بامداد اونجا بودم، خستگی بسیار زیاد داشتم، اما انقدر محیط پرنشاط و شاد بود چون می دونستم دارم چه کارهایی رو دارم اونجا انجام میدم، چه فعالیتهایی رو دارم انجام میدم و این کارها و فعالیتهایی رو که دارم انجام میدم به چه اهدافی در سازمان میرسه. به قدر این کار برای من شیرین بود که من خستگی احساس نمی کردم. اینها به خاطر بزرگمنشی بود که در پذیرش من وجود داشت. گذشت روی اشتباهات من بود و بخشش در یاد دادن و آموزش من بود و این باعث شد که با توجه به اینکه در اون سازمان دولتی من سمت خوبی رو داشتم، رنج حقوقی خوبی داشتم، رتبه خوبی داشتم، زمانی که از کار گروهی دولتی رو گذاشتم اومدم بالا، شاید خیلی ها آرزوی اون کار رو داشتن، اما اون گذشته، اون بخششه باعث شد که من تمام این مزایای مالی رو، اون رتبه بندی ها رو، اون آینده ها رو نادیده بگیرم و چشم پوشی کنم و ادامه فعالیت کاریم رو در اون شرکت خصوصی، در اون سازمان خصوصی ببینم و حتی شاید با اندکی مزایای مالی کمتر حاضر بشم تمام وقت وارد اون شرکت بشم. و این یه پروسه مثلا یک ماه دو ماهه نبود، چندین سال طول کشید، شاید 5-6 سال من این دو پروژه در کنار یکدیگر آوردم جلو، اما در نهایت ترجیح بر این دادم که وارد اون سازمان خصوصی بشم و ادامه کارم رو در اون شرکت ببینم، چون احساس کردم فضای بهتری وجود داره برای کار کردن به علت اون بخشش و از خودگذشتگی و بزرگمنشی که اونجا وجود داشت و این بخشش و از خودگذشتگی در اون سازمان دولتی وجود نداشت. امیدوارم نمونه خوبی گفته باشم و سپاس از اینکه سخنانم گوش فرا دادید. بسیار خوب بود آبراهام گرامی. حالا برای که یه جمع‌بندی داشته باشیم، تو این دوتا نمونه، در نمونه نخست این گروه های گوناگون، مدیران میانی یا شاید در مرتب بالاتر مدیران بالاتر سازمان، برای اینکه برای قدرت و سود خودشون داشتن یک کار گروهی رو خراب میکردن، بدین گونه که با همواره ایراد گرفتن از کارهایی که میشده به جایی که حالا فقط ایراد بگیری آموزش بدی به شخص، یعنی به جایی که آموزشتون بدن تنها ازتون همواره انتقاد میکردن، ایراد میگرفتن و در واقع آرمانشون این بوده که فقط سود خودشون رو پیش ببرن هر گروه گوناگون توی اون سازمان. خب شوربختانه این شیوه بسیار ناسالم و ویرانگری هست که در سازمانهایی که در سازمانهای پسرفت کرده ای که خب رشدی هم نمی کنن یا اگه به جایی میرسن همه از راه نیرنگ و فریب و به گونهی پیش می روند به کار می روند که راهکار شیوه های بسیار نادرستی است و همچنان که دیدیم شما هم اصلا رغبتی آنچنانی نسبت به اون محیط کاری که بودید نداشتید. در نمونه دومی که گفتید، اون راهبران سازمان، اون به ویژه مدیران
میانی که حالا بال سر شما با شما همراه بودن یا به هر حال چه سوپروایزر بودن یا کسی بودن که به شما راهنمایی رو میدادن، دو تا ویژگی رو به کار می‌بردن که کاملا ویژگی هایی است که ما در آموزه دوم به اون پرداختیم. یکی این که برای به نتیجه رسیدن اون کار گروهی از خودگذشتگی رو داشتن، یعنی نمی‌خواستن حالا بیام اونجا به خاطر سود شخصی خودشون آسیب بزنن به کار گروهی، آسیب بزنن به یکی از همبندان گروه شما باشید و در نهایت آسیب بخوره به کل اون سازمان که در خب مسلماً در بعد بزرگتر آسیب میرسه به همه اونها. بنابراین اونها انقدر خردمند بودن که حاضر بودند همه چیز رو با خوشنودی به شما بیاموزن. و یه ویژگی دیگه که داشتن این بوده که بزرگتر آدم هایی بودن که بزرگ منش بودن و در جاهایی که شما اشتباهاتی حالا داشتید به جای اینکه تنها بکوبن شما رو و شما رو درسرد بکنن نسبت به کار، با یک بزرگ منشی خوبی هم شما رو آموزش میدادن، هم شما بیشتر تشویق میشدید که بهتر عمل بکنید. کما اینکه گفتید کار دوم رو میپسندید نسبت به کار نخست، خب از محیط کاریتون راضی تر بودید، خوشنود بودید و بیگمان بهتر عمل میکنید نسبت به جایی که خوب خوشنودی نباشه. بسیار نیکو، خیلی خوب بود نمونه هایی که گفتید. آرش گرامی شما بفرمایید نمونه هایی که میخواید با همون در میون بگذارید. سپاسگزارم از شما. من یه نمونه ای رو دارم در باره دو تا گروه یا دو تا جنبش فرهنگی هم. که این دوتا چون میگم حدود 10 سال پیش بنا بود که یه کاری رو برای نوروز، جشن نوروز انجام بدن در ایران. این دوتا جنبش A و B نام بگذاریم روی اینها، بنا داشتن که یک تالاری رو بگیرن و در اون تالارها، یعنی دوتا جای گوناگون رو بگیرن، دوتا سالن گوناگون رو بگیرن و در اونجا جشن نوروزشون رو برگزار بکنن و هم برای مردم آگاهی رسانی باشه و همین که بتونن جشن خوبی رو برگزار بکنن. این دوتا گروه، هر گروهی تشکیل از یعنی مجموعی بود از چند تن میان سال و یک نوجوانی بود در گروه A که مسئول کار موزیک و ساخت کلیپ و اینها بودش، برای اینجور کارها رو انجام میداد. اما خب به خاطر شرایط سنیش، جوان بودنش و اختلاف سنی که با بزرگترها داشت، کمی هم شلوغ و شیطون بود. علاوه بر کارهایی رو که انجام میداد، یه سه کارهای خودش رو هم که میخواست انجام داد در کنارشون. البته به اهداف جنبش آسیبی نمیرسون. در گروه A این شخص رو به قدری از این ایراد گرفتن، از این خورده گرفتن و به قدری کارهای این رو مورد تمسخر قرار دادن و این رو سرکوفتش کردن که این در کنار اینکه از اینها دوری جست و از این گروه کناره گیری کرد، گروه B تلاش کرد اون رو جذبش کنه و بگیرتش و به گروه B بیشتر گرایش پیدا کرد. اما در گروه B افزون بر اینی که از دانش‌های این شخص جوان بهره می بردن، هم با نادیده گرفتن یا با مدارا کردن و گذشتن از شیطنت ها و در نگر گرفتن شرایط سنی و اون اختلاف سنی ها، افزون بر اینها یک آموزشی هم بهش می دادن. اگر جای خطایی رو می دیدن، به جای اینکه تمسخر بکنن گذشت می کردن و در پایان اون نشست یا اون گفتگو یه آموزشی هم بهش میدادند که این سرانجام این داستان و این کار گروهی اینگونه شد که گروه A نه تنها نتونستند اون مراسم رو به خوبی برگزار بکنن، بلکه بین خودشون هم یک سری دشواری ها به وجود اومد که هم نتونستن پول سالن رو آماده بکنن و هم نتونستن اون مراسم رو برگزار بکنن. اما گروه B با کمک از این شخص جوان تونستن به خوبی یک مراسم بسیار خوب نوروزی برگزار بکنن. تعداد بسیار زیادی از باشندگان اونجا بودن، از کسانی که اومدن اونجا و این مراسم رو دیدن و
این باعث شد که میتونم بگم که هموندانی که در اون جنبش گروه بی بودند دو برابر شدند نسبت به گروه A، و این میشه گفت یکی از بهترین آموزه ها بود برای اینکه بدونیم اگر گذشت بکنیم، اگه در نظر بگیریم شرایط ها رو و بشناسیم طرف رو، هم بحث شناخت هم وجود داره در اینجا، میتونیم به اون نتیجه‌ای که میخوایم به صورت بهتر برسیم. امیدوارم که درست گفته باشم، از من بس. خیلی هم خوب بود آرش گرامی و نمونه خوبی رو بایمون در میون گذاشتید، و اینجا تنها برای که بد آموزی پیشنهاد برای شنوندگان که ممکنه زیاد با جستار آشنا نباشند، سخن این نیست که هر جا یک تن در یک کار گروه، حالا در یک کار گروهی اشتباهی داره میکنه، هر جا داره حالا چه به قصد چه نادانسته خطایی میکنه، همش بخواید ببخشید و با عنوان اینکه خب همکارتونه نادیده بگید. نه، سخن این نیست، بلکه سخن بحث انتقادهای نادرست و انتقادهایی که نمیتونه سازنده باشه هست. اینکه خب مثلا آرش یه اشتباهی رو میکنه، ابراهیم به جای اینکه بخواد خب کوشش کنه در کنارش باشه، اما به صورت سازنده ای آرش رو نسبت به اشتباهش آگاه کنه و اگه چیزی میدونه بهش آموزش بده که دیگه این اشتباه رو نکنه، خب این خیلی سودمنده. بنابراین جسار بحث بخشش بیشتر رو این داریم مانور میکنیم که سر کدورت هایی که ممکنه پیش بیاد، حالا اشتباهاتی که یک تن به عمد یا به غیر عمد ناخواسته در یک کار گروهی انجام میده، ما کینه به دل نگیریم، بزرگمنش باشیم، اون اشتباه رو بتونیم ببخشیم یا دست کم باش کنار بیایم، یک گفتگویی بکنیم با اون شخص و در پایان کار با یک بزرگمنشی اون حالا حرکت اشتباه رو فراموش کنیم. برای نمونه اگه خواسته یا نخواسته دو تن در یک کار گروهی در یک گروه، یکیشون حالا یه اشتباهی میکنه، بعدش هم حالا ممکنه ابراز پشیمانی هم بکنه، ولی اون اشتباه آنقدر بزرگ نیست که مثلا بخوان تمام همگروهی های اون نسبت به این جبهه‌ای بگیرن و کاری بکنن. خب اگه اشتباه خیلی سطحی است میتونن اصلا فراموشش کنن، اما اگه به حدی هست که میبینن ممکنه آسیب به کار گروهی بزنه، میتونن خیلی خوب با اون شخص در تنهایی دو به دو گفتگو کنن و بهش بگن مثلا این کارت اشتباه بود و یا اینجوری بهتر بود عمل میکردی، و به صورت سازنده این رو حل بکنن با یک شیوه بزرگمنشانه. خیلی خوب، تا اینجا ما نمونه هایی که مربوط به جستار پیشین بود رو با هم بررسی کردیم از سوی دانشجویان. در ادامه کار به جستار نوعی میپردازیم که بناست در این نشست سوم با هم با کاوی بکنیم.